و ابو ابن و روح القدس و بعد ابن عیسی که حالا شد ابن در رحم مادر شد خدای ابن. بیا اینا را کنار بذاری. قوم یهود نگی عزیر چون 100 سال مرد، چون زنده شد، چون مرکبش هم زنده شد، نگید که این عزیرم ارتباط با ملکوت داره، ارتباط با خدا داره، این نائب خداست یا خود خداست. تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینک. این من اسمش گذاشتم مثلث. در قرآن تحقیق کردم روی مثلث های قرآن. من خواهش میکنم از علما بزرگان، جوانان، طلاب روی این مثلث ها کار کنی، خیلی مهمه. این یکی از مثلث هاست، یعنی ستاییه. تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، جز خدا هیچ چیز را نپرستیم. خدای پول نه، خدای مقام نه، خدای زیبایی نه، خدای قدرت نه، خدای سیاست نه. که الان ما دست و پاگیر این سیاست هستیم، این سیاست مزخرف که بر تفکرات جامعه امروز دنیا تقریبا سیطره پیدا کرده. ما این بت‌ها رو باید بشکنیم. مسلمان اینجوره، مسلمان اینه، باید سعی کنیم. جز خدا هیچ کسی در پهنه هستی، هیچ کسی در هر مقامی نمیتواند جای خدا را بگیر. خدا خالق است، ناظر است، سامع است، سمیع است، متکلم با تمام صفات ثبوتیه. از او بخواهیم. خدای آنگاه که با تو هستیم همه چیز داریم، و آنگاه که با تو نیستیم اسیریم، ذلیلیم، خاریم، دشمنان بر ما چیره میشوند. خدای آنگاه که از تو دوری میکنیم شیطان بر ما تسلط پیدا میکند. خدای ما را از این اسارت آزاد کن. این مطلب اول، مثلث اول. دو، ولا نشرک به شیئا، شریکی برای خدا قائل نشویم. بعضی ها فکر میکنن شریک قرار دادن اینه که حتما شما بگی راما، بگی ویشنو، بگی شیوا، اینا خدا هستن. نه، یکی از نویسندگان مسلمی که تو فکر میکنی اتظن ان الناس یعبدون الههم وحده و یقیمون له الشعائر وحده، میگه به اندازه موهای سر من و تو معبودای دروغین داریم. سعی کنیم از این عالم شرک انشاءالله نجات پیدا کنیم. خب، ولا یتق، این سومش به اصطلاح نمیدونم چه عرض کنم، ذکر خاص بعد از عامه، ذکر عامه بعد از خاصه، توضیح تصویه است، نمیدانم، چون گیجم واقعا عرض میکنم در مقابل قرآن گیجم. ببینید سخنانم گیج کننده است، به این دلیل که میدانم با قرآن با دریا روبرو شدم. میفرماید که ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نیاییم انسانها را به جای خدا بگذاریم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. از این فصاحت و بلاغت و جزالت، جزالت قرآن مجید در زمینه توحید. خب، سوم، آخرین بحثم، خطاب به من و شمای مسلمان، درویش، صوفی، فقیه، عارف. این مرزبندی ها را برداریم. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. من در قرآن یک تب و تابی میبینم که هیچ نوع ویروس مفیدی این کار نمیتونه بکنه که با قلب من و تو میکنه. ببین چقدر زیبا، واعتصموا بحبل الله جميعا. بزرگان، اساتید، من از این واعتصموا که ترجمه میکنن چنگ بزنی، من میگم اسمت پیدا کنید. در پناه قرآن، در پناه قرآن شما وقتی که
دست گرفتی به ریسمان خدا از گناه دوری میکنه، نه اون عصمت اصطلاحی، نه معصومیت، عصمتی که تو را از گناه نجات بده و خودت مالک خودت گردانه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، از تفرقه دوری کنید. امروز بدترین، زشترین، منفورترین مطلب دنیای مسلمان ما، مطلب زشت و کریه تفرقه است. بیایید به خاطر خدا از این دوگانه سگانه چند بازی ها دست بکشید، بگیم خدایا خودت فرمودی و اعتصموا بحبل الله جميعا، ما آمدیم، من غریبم. ببین چقدر ظریف اصلا این مطلب را شما دقت کنی، من غریبم، از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم، بوی لطف تو بیابانها گرفت. خدایا بوی لطف تو در همه هست، تمام این ذرات دارن تو را نیایش میکنن، ولی ما از این نیایش تو دوریم. بوی لطف تو بیابانها گرفت، ذره های ریگ ها جان ها گرفت، تا بدین جا بهر دینار آمدم، تا بدین جا بهر دینار آمدم، تا بدین جا بهر دینار آمدم، چون بدیدم مست دیدار آمد. خدایا این دیدار به ما در همین دنیا نشان بده که موج بگیریم، قوه بگیریم، نیرو بگیریم و خود را از اسارت نفس آزاد کنیم. من بار دیگر از جناب شیخ الاسلام امام جمعه بزرگ و محترم و عزیز زاهدان تشکر میکنم و از همه کسانی که در اینجا این جلسات را تشکیل دادن، از اون برادری که با ماشین ما را سوار میکنه که نکنه آفتاب ما را اذیت کنه، گریه میگیره برای این کارها، از اون برادر عزیزی که در بیرون ایستاده و راهنمایی میکنه و کسی هم نمیشناسه ایشون را. خدایا بزرگان تو خیلی گمنامن. خدایا به این افرادی که زحمت میکشن به هر شکل و فرمی، خدایا با پاکان این بزرگ، این جوانان، این بزرگان این مجلس را محشور کن. و خدایا من ناخوانده دفتر هم که طفل مکتب عشقم، جهان جسم موجی از جهان روح میبینم، اصالت نیست در ماده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.